سلام و وقتتان بخیر و خبرهای این ساعت خوش آمدید. در نتیجه انفجار ماین کنارجرده‌ای در شهر گردیز ولایت پکتیا یک پلیس زخم برداشته است. جنرال روز محمد مندوزی فرمانده پلیس پکتیا میگوید این انفجار بر یک موتور نو رنجر پلیس صورت گرفته که در نتیجه آن یک پلیس زخم برداشته است. شماره از رانندگان شاهراه جوزجان بلخ از افزایش ناامنی در این مسیر نگران هستند. آنان میگویند این وضعیت بر فعالیتشان اثر منفی گذاشته و خواهان توجه مسئولان هستند. برخی اعضای شورای ولایتی جوزجان نیز با ابراز نگرانی از این مسئله میگویند اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد شاهراه جوزجان بلخ برای کارمندان دولتی مسدود خواهد شد. بندر شبرغان بلخ جایی که روزانه صدها تن از این بندر به سوی مزار شریف حرکت میکنند. شماری از رانندگان این مسیر میگویند چالش های امنیتی بر فعالیتشان اثر منفی گذاشته و مسافران جرأت رفت آمد در این مسیر را ندارند. ما بسیار نگران هستیم از امنیت شهر. اولا خوب بود یک وضعیت شهرای ما خراب است، مردم که رفت آمد نمیکنند. دیگر شد خصوصا که هیچ کس نمیره که وضعیت را خراب است گفته. برخی مسافران نیز میگویند با خاطر آرام نمیتوانند از این مسیر رفت آمد کنند. شماره وطن همیشه یک گذاشیر جور میکنن، میخوان نمیخوان که وطن آرام باشه. رای مردم رفت آمد از وطن بروند. تشویش داریم در از سوی هم شیر محمد عضو شورای ولایتی جوزجان با نگرانی میگوید طالبان در بخش های از ولسوالی فیض آباد فعالیت دارند و پرچمانان در فاصله 100 متری این شهر را به چشم میخورد. برای فعلا حکومت به شهرهای نمبر یکی که مزار شریف به ولایت جوزجان وصل میکنه به شهرهای عمومی هم چندان حکومت دولت نیست. بیرق طالبان برای فعلا با 100 متری سرک خیر با پایه‌ای که از او قسمت عبور میکرد بیرقشان بالاست. آمار امنیت فرماندهی پلیس جوزجان اما میگوید نیروهای امنیتی در پاسگاه‌های این مسیر مصروف تامین امنیت است. او تایید میکند که طالبان در صدد مختل نمودن امنیت این مسیرند اما میگوید این گروه قادر به مسدود نمودن شهرهای شبرغان بلخ نخواهد بود. مسیر شهرها در 3 شهرهایمان فضل احسان خداوند نیروهای امنیتی مان با جوانمردی و قهرمانی و دلاوری که دارن سه مسیر شهرا را 100% تامین امنیت کردیم. خب گروه های مخالفین حضور فیزیکی در هر جا دارن، مثال در مسیر شهرای نمبر یک ما اگر یکام شب از راه دور کدام انداخت و یا بالای پوست های ما کدام اقدام میکنن همزمان نیروی داریم که ما از مسیر شهرا و از پوست های ما حمایت بکنیم. پس از دست به دست شدن 8 روستا در ولسوالی فیض آباد جوزجان میان طالبان و حکومت، اکنون طالبان در این روستاها فعالیت گسترده دارند و حکومت قادر به بازپسگیری این روستاها از نزد طالبان نشده. مسئولان امنیتی فاریاب از یک انفجار در این ولایت جلوگیری کردند. مقام های امنیتی میگویند صبح امروز یک حلقه ماین دستساز مخالفان که با تلفن همراه عیار شده بود و به شکل ماهرانه در داخل دو خریطه کاغذی و پلاستیکی جاسازی شده بود کشف و خنثی شد. با گفته این مسئولان این ماین به هدف از بین بردن نیروهای امنیتی و افراد ملکی در چهارراهی سبز مندوی در جوار یک دکان کارگزاری شده بود. بدتر شدن اوضاع امنیتی برخی ولایات شمال نگرانی اعضای شورای ولایتی و آگاهان امور در بلخ را برانگیخته است. محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ دولت را در تامین امنیت ناکارا می‌خواند و می‌گوید در صورت سقوط فاریاب اوضاع امنیتی بلخ نیز بدتر خواهد شد. او همچنان از وجود بحران در درون نظام امنیتی و وارد شدن تلفات بر نیروهای امنیتی نگرانی می‌کند. از فاریاب تا بدخشان در ماه‌های اخیر اوضاع امنیتی چندان خوب نبوده است. بلخ که از نگاه امنیت زبان زد همه مردم بود، حالا مخالفان مسلح دولت در 4 ولسوالی آن از جمله چمتال، 4 بولک، دولت آباد و شلگره حضور دارند و با نیروهای امنیتی درگیر می‌شوند. شمار از اعضای شورای ولایتی بلخ به این باورند در صورتی که فاجعه غزنی در فاریاب تکرار شود بلخ نیز متاثر از آن ناامن خواهد شد. اگر فاریاب خدای نخواسته در آستانه سقوط و فشارهایی که هست اگر سقوط کنه، ما بر شما گفتم که بلخ مشکلات جدی برش پیش خواهد شد و حتی ما
بعید نمیدونم که وقتی فاریاب سقوط کنه بلخ بتونه توانایی به اصطلاح تامین امنیت شهروندان خود داشته باشد. چرا تجربه نشان داده وقتی که فاریاب سقوط کرد بلخ نمیتونه که به اصطلاح همو فشارهای بیرون از ولایت دیگه که هست، جغرافیه بلخ در حد نیست که ما بتونیم از این جغرافیه با این کمیت بسیار ناچیز نیروهای امنیتی نگهداری بکنیم. برخی آگاهان امور نیز بدتر شدن اوضاع امنیتی را به ناکارایی دولت ربط داده می گویند دوام این وضعیت فاصله میان دولت و ملت را بیشتر می سازد. این دولت نه امنیت گرفته می تونه، نه رفاه به وجود آورده می تونه، نه جلوی بدی هایی که پایه های اساسی یک دولت متحد نه او را جلوش گرفته می تونه. خب ما از چی امیدی داشته باشیم؟ و اگر وضع به همین منوال باشه یقین کنید که اوضاع بهتر نمیشه، بدتر میشه. آگاهان امور به این باورند که استعفای مقام های بلند رتبه نظامی نشان میدهد که بخش نظامی دچار بحران است. آنان میگویند مدیریت ضعیف جنگ سبب شده که در جریان سال جاری شمار زیاد از نیروهای امنیتی به ویژه در نبردهای فاریاب جانهایشان را از دست دهند. باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان از نبود ساختمان مکاتب و توزیع نشدن نمرات رهایشی برای آموزگاران در این ولسوالی ها شکایت می کنند و به باور آنان بیشتر مکاتب در این ولسوالی ها فاقد ساختمان است و از 10 مکتب 7 آن بدون ساختمان می باشد. آنان خواهان توجه حکومت و وضعیت معارف در این ولسوالی ها هستند. ولسوالی های شغنان و خان اشکاشم و زیباک از ولسوالی های مرزی بدخشان است که در شمال شرق فیض آباد موقعیت دارد. باشندگان این ولسوالی ها با آنکه به فقر دست و پنجه نرم میکنند، بیش از 80% مردم در این ولسوالی ها باسواد هستند. باشندگان ولسوالی های مرزی از نبود ساختمان مکتب، توزیع نشدن شهرک معلمین و همچنان کمبود کتاب و نبود آبی آشامیدنی صحی در مکاتب شکایت میکنند و از حکومت میخواهند به مشکلات معارف این ولسوالی ها رسیدگی شود. تعداد از مکاتب موجود هستند که اونا تعمیر معیاری ندارند. این صنف معیاری ما نداریم. صنفی داریم که مثلا در اونجا 10 نفر 15 نفر جای میشه. قلم و کتابچه که میارن نمیرسه به زیادترشان. باید امینا را با ما کمک کنن. ما در مکتب من آوی چطر رو مینوشیم از جوش. بخاطر که باید با ما یک نل کمک شود. تامات مادرم در توزیم و موقع شرک معلمین ما را یاری و کاری نمایند. و همچنان در ارتباط معاشات معلمین که مدت 5 ماه می شود اجرا نگردیده، البته از آغاز سال تعلیمی 1397 تا کنون. رئیس معارف میگوید چالش فاقد ساختمان مکاتب سرتاسری است، با آن هم آنان ترمیم و ساخت مکاتب در ولسوالی های مرزی بدخشان را بنابر پیشنهادات مکرر مردم این ولسوالی ها در اولویت کارهایشان قرار دادند و نیز به چالش های دیگری آنان رسیدگی جدی می شود. مشکلاتی که در مکاتب در معارف ما وجود دارد، از رئیس خواهشمندم که در این زمینه توجه کنند و چند بار مکتبی ما که مخروب هستند و در این عصری که مردم در تمدن زندگی میکنند ما در زیر خیمه و تا اولی باز درس میخوانیم. به تعداد 4 مکتب سنگ ترابش گذاشته شد و 3 مکتب دیگر به بهره برداری سپرده شد. هزینه چند مکتبی از این برزش بیشتر از 3 لک دلار امریکایی بود که از 1,50,000 دلار امریکایی شروع تا 3,30,000 مکاتبی که سنگ تحت آبش گذاشته شد و به برابرداری سپرده شد. گرچه در بدخشان هنوز هم تعداد زیادی از مکاتبی ما تعمیر نداره، ما در از جمله 100% مکاتبی را که داریم 50% از او تعمیر نداره. همچنان آموزگاران در این ولسوالی ها میگویند 6 ماه بیشتر میشود معاشاتشان را به دست نیاوردند، اما رئیس معارف میگوید بنابر دوری را معاشات ولسوالی های صبل‌وبر دیرتر از مرکز میرسد. با گفته او برای رفع این معضل سیستم معاشات را در ولسوالی های دوردست مهمنی خواهند کرد. باشندگان بلخ از افزایش بیکاری جوانان نگران هستند. بلخیان مسئولان حکومتی را به بی‌توجهی در برابر جوانان متهم می کنند. آنان افزایش جرایم جنایی، دزدی و برخی بی‌نظمی های دیگر را به افزایش بیکاری ربط می دهند. جوانان سرمایه گرانبهای کشور در پی به دست آوردن لقمه‌نان دروازه به دروازه سرگردانند. از مهاجرت به کشورهای دیرینه گرفته تا تن دادن به انواع کارهای سنگین در داخل کشور، از جوانان در جامعه گوناگون به عنوان قشر آهنی جامعه
ستون فقرات کشور و عامل به چرخش در آوردن اقتصاد نام برده می شود. اما در افغانستان کمتر به جوانان توجه شده است. یک ماه میشه در سر چپ خواستم، نه کار است نه غریبی است، نه میشه 400 500 نفر بیکار خواست. مردم ترمش آزار میته، کار نیست، غریبی نیست، به خدا همون طور است، نمی مردم یک نفر میای هزار نفر در پیشش میچسبه. اشرف غنی گفت که ما دسترخوانهایتان تغییر میدیم. چی کرد اشرف غنی؟ اشرف غنی مردم کلش در گدایی راستی کرد. کار نیست، غریبی نیست، مردم در یک لقمه نان احتیاج و محتاج است. از دولت همه توقع ما است که در ما مردم کار پیدا کنه، بار پیدا کنه. بیادر مردم کلگی بیکار است. مسئولان حکومتی در بیشتر برنامه هایی که اشتراک کنندگان آن جوانان بودند، از ایجاد فرصت های کاری برای قشر جوان سخن می زنند. اما به باور بلخیان این وعده ها هیچگاه جامعه عمل نپوشیده. دولت خلاف وعده هایی که برای ملت میده، خلاف شعارهایی را که در پشت تریبون ها برای رسانه ها و برای مردم ابلاغ میکنه عمل کرده و هیچ گونه کار عملی را در راستای ایجاد کار و زمینی کار فراهم نکرده. شاهدی هستیم که بیکاری ها باعث شده که جوان ها به کارهای دست بزنن که وضعیت امنیتی افغانستان را نیز خراب بکنن و این یکی از مشکلات عمده باشه. در این اواخر جوانان افغان در گیرودار مشکلات گوناگون به سر می‌برند. افزایش بیکاری، کمکاری نهادهای مسئول و کاهش ارزش پول کشورهای ایران و ترکیه از جمله مواردند که شرایط زندگی را برای جوانان در داخل و بیرون از افغانستان از هر زمان دیگر دشوارتر کرده است. سنگ تهداب تعمیر لابراتوار دانشگاه پکتیا گذاشته شد. این تعمیر با کمک مالی هندوستان در یک سال تکمیل می شود و 55 میلیون افغانی هزینه خواهد داشت. مسئولان دانشگاه پکتیا می گویند با ساخت این لابراتوار زمینه یا کارهای عملی برای دانشجویان فراهم خواهد شد. این تعمیر برای مساعدسازی درس های عملی به دانشجویان دانشگاه پکتیا ساخته می شود. مسئولان محلی پکتیا می گویند این تعمیر در دو طبقه به شکل اساسی ساخته می شود که 55 میلیون افغانی هزینه دارد. پکتیا پانتون ده بار دی لابراتوار و دانه ده مجهز مکمل اگر سنگ و دانه سی و دی پانتون دی لابراتوار دی پار زورو تا قسم و دانه دیزاین سوی ده دی دو سیوا دی اندوستان پا بودی جا بندر قول که گی او تر 55 میلیون افغانوی پری لگخ پی بندرازی دی و دانه پا جوری ده سر با دی پکتیا پانتون دی لابراتوار سونز انشالا پا مکمل ده ورد. با گفته مسئولان دانشگاه پکتیا با تکمیل این تعمیر مشکلات دانشجویان تا حد حل خواهد شد. اوس وخت کې دا کوم تعمیرونه سه حل کام په لیدل لپاره موږ تاسو وزارت تسلاتری جوړ کړو هغه اوس د جنو د پاره کې پات نه کړو همدغه خاطر باندې هغه تعمیرونه موږ جنو ته ورکړل د دې وروسته باید د حل کام لپاره یو مجهز لیدل چې کم تر کمه د 5000 ماشینونو په ظرفیت باندې باید جوړ شي. همدارنګه د دې تر څنګ چې مثلا پوهنتون کې باید یو ښه میډیا سنټر جوړ شي او ډېر داسې نور څه چې پوهنتون مس سړکونه دا باید جوړ شي او د پوهنتون د هوایي ډګر ځکه که خدای پاک پوهنتون ته انتقال کړي د هغې د احاطه داسې باید جوړ شي. دانشگاه پکتیا 7 دانشکده دارد که در آن 7000 دانشجو مصروف تحصیلند. ریاست زراعت سمنگان از کاهش حاصلات گندم امسال نسبت به سال پار سخن میزنند. آنان میگویند سال گذشته حاصلات گندم للمی نزدیک به 50000 تن بود، اما امسال حاصلات آن به نصف رقم قبلی رسیده است. رئیس زراعت سمنگان دلیل کاهش حاصلات کشاورزی و خصوص گندم را خشکسالی و سیلابهای سرازیر شده در این ولایت عنوان میکند. خشکسالی ها و سیلاب های سرازیر شده طی سال جاری در سمنگان کشاورزان را خسارمند کرده و حاصلات گندم آبی و للمی نسبت به سال پار کاهش یافته است. همایون حبیب رئیس زراعت سمنگان می گوید در سال جاری 10500 هکتار زمین زیر کشت گندم آبی قرار گرفته که کشاورزان از این زمین ها 18900 تن گندم حاصل گرفتند. در سال گذشته 10000 هکتار زمین به کشت گندم آبی اختصاص داشت. به گفته آقای حبیب حاصلات آن 22400 تن بود.
حاصلات گندم ما کاهش یافت نسبت به سال قبل، ولی در قسمت گندم آبی که سال 1396 10000 هکتار زمین ما تحت کشت بود، ولی در سال 1397 10500 هکتار شد، ولی با آن هم حاصلات ما نسبت به سال 1396 کمتر است. آقای حبیب میگوید در سال جاری از 100000 هکتار زمین زیر کشت گندم للمی 25000 تن گندم برداشت شده است، در حالی که حاصلات سال قبلی نزدیک به 50000 تن بود. ولایت سمنگان یکی از ولایات للمکار است. 115000 هکتار زمین تحت کشت سال 1396 داشتیم که در سال 1397 به 100000 تخلیل یافته، و همچنان در سال 1396 حاصلات گندم للم 46500 تن بود که امسال متاسفانه در حدود 25000 تن شده، یعنی کم شده. یگانه دلیلش خشکسالی ها بود و همچنان سیلاب هایی که در اخیرا در ولایت سمنگان و ولایت شمال فرادست. اکنون زنان و مردان کشاورز در سمنگان مصروف کشت نخود و لوبیا در زمین های زراعتیشانند. رئیس زراعت سمنگان کم آبی را مشکل اساسی کشاورزان این ولایت می داند. او می گوید قرار است در سال جاری 200 تن گندم اصلاح شده بذری از سوی وزارت زراعت برای افزایش سطح تولیدات و بلند بردن کیفیت گندم برای کشاورزان سمنگان توزیع شود. نیروهای امنیتی در غزنی در تلاش واپسگیری ولسوالی خواجه عمری هستند. نیروهای کماندو در بیشتر بخش‌های این ولایت عملیات نظامی را راه اندازی کرده اند تا ساحات از دست رفته را از نزد گروه طالبان دوباره بگیرند و روستاها را از وجود شورشیان طالب پاکسازی کنند. پس از یک هفته جنگ در غزنی که بیشتر بخش‌های شهر غزنی و شماره از ولسوالی‌های این ولایت به دست گروه طالبان سقوط کرد، اکنون پس از تصفیه شهر غزنی از وجود جنگیان طالب، نیروهای خاص کماندو اقدام به واپسگیری ساحات از دست رفته و پاکسازی منطقه از وجود شورشیان طالب کردند. این نیروها در حال پیشروی به سمت ولسوالی خواجه عمری هستند. از جایی که برای ما راپور آمده، بعض سایه مسکونی که ما خبر داریم دشمن در اونجا حضور داره، اونجا را ما تصفیه و تلاشی میکنیم. صرف موجایی که برای ما راپور آمد. دیگر در ضمن از او ما اینمی حرکت ما ادامه داره، این دشمن را گم میکنیم، در حرکت ما ادامه داره، الا ولسوالی خواجه عمری. با این حال سربازانی که در این عملیات با جنگجویان طالب در نبرد هستند از روحیه عالی برخوردارند و میگویند تا آخرین توان در برابر شورشیان طالب می جنگند. چیز ما بطن که لگه وینه می مونگ ده وطن ده پاک و دلتا مونگ را غلی و خب میلان باندی چه مونگ ده خوجه بغرا و لستالی ده ده تا را غلی و چه ده خیر سر ده نمونگ خالیپینو نا تسبیه و بس مونگ خپل ده ولستالی بیت وینیسو. از سوی هم فرمانده قطعه خاص پلیس در غزنی میگوید عملیات پاکسازی در بیشتر بخش‌های آسیب پذیر غزنی جریان دارد. به گفته او تا پاکسازی کامل غزنی این عملیات ادامه خواهد داشت. او می‌افزاید جنگجویان طالب دیگر توان جنگیدن در برابر نیروهای امنیتی افغان را ندارند. پرسنل ما آماده است به روحی بسیار عالی. امیال جیان در چهار کمربند شهر با نزدیکای ولسوالی به حساب خوجمیری جغتو خوگیانی به این ساحات عملیات ما جریان داره و بسیار صحیح درست و دشمن فرار کرده، مقامات روبروی کتی ما نداره. گفته می شود که همزمان با حمله گروهی شورشیان طالب در شهر غزنی بیشتر روستاها و حتی شماره از ولسوالی های این ولایت به دست گروه طالبان سقوط کرد. شکر از همراهیتون و خبرها، وقتتون خوش.